با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، دلتون شاد، تنتون سالم و روزیتون ابزون. به کانال جادو خوش اومدید. سابسکرایب و لایک و معرفی به دوستان رو فراموش نکنید و زنگوله رو بزنید. تلسمی که مشاهده میکنید تلسم هزار هندی و عشق نعل استش. این تلسم بسیار مجرب استش و بسیار قدرتمند استش که میشه گفت یکی از قدرتمندترین تلاسم احزار هستش. نوعی نوشتن و نقش تلسم به این صورته که ابتدا شما میای نقش میکنید این انسان و این آدمک رو به همین شیوهی که هستش و بعد ابتدا جدول رو شروع میکنید به پر کردن و بعد میایین دستا رو پر میکنید، این نقوش رو میکشید، یعنی اول داخل پر میکنید، این قسمت رو آخر مینویسید، این قسمت رو آخر مینویسید، بعد اینها رو بیرون جدول رو، دو طرف جدول رو پر میکنید و در نهایت اینجا رو پر میکنید. حال این تلسم باید بر روی یک نعل اسب یا یک نعل حیوان کشیده بشه، نعلی که سوراخ نداشته باشه، نعل بدون سوراخ. این تلسم رو روی اون نقش میکنید و بعد از اینکه نقش کردید آتش رو درست میکنید از هیزم و چوب، یک آتشی باشه که آتش خوبی باشه، از هیزم بلند، حداقل مثلا نیم متر آتش رو دیدید که مثلا میرید شمال یا رب دریا یا هر جایی آتش رو چگونه درست میکنید، این گونه آتش رو درست کنید که آتش پرقدرتی باشه. درست میکنید و اینو نقش میکنید و توکیر رو پایینش مینویسید. توکیر رو در قسمت پایین این کلیپ قرار میدم. توکیر رو گفتم پایینش مینویسید، حواسم نبود توکیر رو این بغل بنویسید چون پایین جا نداره، مطمئنن این بغل توکیلشو بنویسید یا این بغل بنویسید، هیچ فرقی نمیکنه، توکیل یکی از این دو طرف توکیل رو میتونید بنویسید. و اما زمانی که در آتش میاندازید یک عزیمه داره و اون عزیمه رو باید 59 بار زمانی که نعل رو در زیر آتش گذاشتید و آتش داره به نعل میزنه، 59 بار یک عزیمه داره که برای شما باز در بخش توضیحات خواهم گذاشت که باید عزیمه را بخوانید. این عمل رو باید در روز یک شنبه در ساعت خورشید بر روی نعل کنده کاری کنید، بکنید بر روی نعل، یک نعل پیدا میکنید و روی نعل رو کنده کاری میکنید. در زمان کنده کاری بخور عمل مستکی و سندروز هستش که در زمان کندن باید روشن باشه و زمانی هم که در آتش میاندازید این نعل رو، یکی از این دو بخور رو در آنجا داشته باشید و در آتش بیاندازید. دو سه بار کافیه که بیاندازید، دو سه بار کافی هستش و این آتش روشن هستش و خودش کم کم خاموش می شود و به خاکستر می رسد
و زمانی که به خاکستر برسه و زمانی که این آتش فرو بشیند، مطلوب شما حاضر خواهد شد. این تلسپ بسیار بسیار قدرتمند هستش، بسیار بسیار تلسپ مجربی هستش و یکی از طلاسمی هستش که مرتازهای هندی انجام میدن این تلسپ رو برای کسایی که بهشون مراجعه میکنن. امیدوارم که در انجام این تلسپ موفق باشید و بتونید این تلسپ رو به درستی انجام بدید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه. خدا نگهدار.